به نام خدا و تقدیم سلام. به یکی دیگری از ویدیوهای جالب و جدید ما خوش آمدید. هرات زهر مار و گژدم صادر میکند. لطفاً تا آخر ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته، آن را با دوستانتان شریک نموده و نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با گزارش از روزنامه 8 صبح، ولایت هرات. برای نخستین بار در افغانستان یک پرورشگاه گژدم در هرات قرار است 500 گرم زهر را به خارج صادر کند. در این پرورشگاه که 2 سال قبل کار خود را آغاز کرده است، حدود 20,000 گژدم و 5 مار بزرگ نگهداری می شود. عمده صادرات این پرورشگاه زهر گژدم است که مشتری بیشتر نسبت به زهر مار دارد. اکبر درویش مسئول این پرورشگاه میگوید در ابتدا با نگهداری از 1,000 گژدم کارشان را آغاز کردند و حالا تعداد گژدم هایشان به 20,000 رسیده است. او گفت که این گژدم ها از ولایت های هرات، بادغیس، فرا و غور جمع‌آوری شده اند. طوری که آقای درویش می گوید ظاهرا نگهداری گژدم ها کار ساده نیست و تنها در 2 سال گذشته 800,000 دلار به مصرف رسانده است. با این حال گرفتن سهم و فروش آن سود زیادی دارد که می تواند تمام مخارج این پرورشگاه را تامین کند. آقای درویش گفت طی 2 سال گذشته 500 گرم زهر را جمع‌آوری کردند که قرار است به خارج از کشور صادر شود. همین اکنون 1 کیلو زهر گژدم و مار 10 میلیون دلار در بازار جهانی فروخته می شود. سم یا زهر گژدم برای ساخت دارو استفاده می شود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات می گویند که آمادگی ها به منظور صادرات این محموله وجود دارد. عزیز احمد یارمند معاون اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید که قرار است تولیدات سم این پرورشگاه به امریکا صادر شود. او گفت در حال حاضر 0.5 کیلو زهر و طی مراحل و گزارش آن از طریق اداره ما تکمیل شده و اسناد آن به اتاق صنایع افغانستان فرستاده شده و ترتیب طی مراحل می شود و اولین بار است که ما می توانیم زهر را به امریکا صادر کنیم. گژدم هایی که در این پرورشگاه نگهداری می شوند از 1 تا 10 گرم وزن دارند و نگهداریشان در 3 تا 6 ماه 20 تا 30 دلار هزینه می برند. گژدم ها اغلب از نیمه تابستان تا نیمه خزان تولید مثل می کنند و تعداد نژاد های هر گژدم از 2 تا به 90 گونه می رسد. گژدم ها بیشتر در بیابان های گرم زندگی می کنند و خطرناکترین نوع آنها در مناطق گرم هستند که در زیر سنگ ها و سوراخ های مخفی می شوند و منتظر شکار می نشینند. گژدم های مناطق غربی به دلیل داشتن نشت در نوک دم خود از جمله زهری ترین و کشنده ترین گونه های گژدم در جهان محسوب می شوند. گرانبهاترین مایه در جهان زهر یا همان سم گژدم است. فروش یک گژدم یک شغل جدید در جهان است و این شغل یکی از نوپاترین شغل ها است که درآمد میلیونی آن موجب شده تا جوانان
اشتیاق بیشتری برای فعالیت در این حوزه داشته باشند. در برخی از منابع گفته شده که زهر گژدم حاوی پروتئین است و برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند روماتیزم مفصلی، التهاب روده، بیماری ام اس و سرطان در خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد و بازار بسیار پرسودی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که گژدم ها بنا به تیرگی رنگ و وزن خود و توافق دو طرف خریدار و فروشنده معامله می شوند. اما کمترین نرخ برای یک گژدم 15 گرامی در بازار مخفی هرات 3500 دلار آمریکایی است. هرچند گژدم بزرگتر، سنگینتر و سیاه‌تر باشد، نرخ آن بالاتر می رود. به قول فروشندگان یک گژدم سیاه 90 گرامی حتی به 120 هزار دلار هم به فروش رسیده است. با گزارش سپوتنیک به نقل از روزنامه 8 صبح، جنس تجارت این روزها در هرات متفاوت تر از گذشته است. گژدم سیاه که در میان مردم به نام گژدم نیز یاد می شود، نوع نادری از گژدم یا درازدم این روزها به دلیل گرمی بازار خریداران و فروشندگان زیادی در هرات دور خود جمع کرده است. این نوع گژدم از گونه های بند پایان رده عنکبوتیان است که 8 پا و نیش با زهر کشنده دارد. با جستجوی اندک در صفحات مجازی فیسبوک در هرات با خریداران و فروشندگان گژدم سیاه بر می خوریم. اغلب این فروشندگان و خریداران هویت خود را به سختی فاش می کنند. هنوز کسی به گونه کامل از این تجارت رمز آلود و مخفی اطلاعات درست به دست نمی دهد، اما روشن است که این نرخ بالای برای هر گژدم سیاه 15 گرامی وجود دارد. برخی ها می گویند که یک شبکه بزرگ و ثروتمند عربی پشت خرید گژدم سیاه وجود دارد. بازار خرید عقرب تنها در هرات داغ نیست که در ولایت فرا هم وضع به همین شکل است. در فرا اما از سالها به این طرف عربهای قطری آزادانه به شکار انواع پرندگان کمیاب نیز می پردازند. عربها با داشتن تجهیزات شکاری پیش رفته و حتی شاهین دنبال پرنده نادر به نام توقدار هستند. در دو سال گذشته بیش از 200 عرب تبار برای شکار این پرنده کمیاب به ولایت فرا رفتند. در کنار اینها فرا و هرات جاذبه دیگری هم برای شکارچیان عربی دارند. برخی از کاربران صفحات اجتماعی در بدل نوع مارمولک یا به گفته مردم چلپاسه سفید هم حاضرند پول زیاده بپردازند. این تجارت شرط و شروط خاص خودش را دارد. مارمولک ها به وقت برزش دارند که سفید و دارای خطوط خاصی باشد. وزن آنها هم مانند وزن عقرب سیاه قابل چنزنی است. روند شکار خزندگان و پرندگان کمیاب در افغانستان سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. هرچند فعالان محیط زیست در هرات به این باورند که دولت بیشتر درگیر امور نظامی و سیاسی است و کمتر توجهی برای حفظ محیط زیست و برخورد با شکارچیان غیر قانونی دارد، از نهادهای دولتی خواهان جلوگیری از شکار، تجارت و قاچاق غیر قانونی انواع حیوانات و خزنده ها اند. دوستان عزیز، باز هر سپاس از توجهتان. این بود مطلب جالب و جدید امروزی ما. خدا کند مورد پسندتان قرار گرفته باشد. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و جالب ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما منتظر کامنت های زیبای شما نیز هستیم. تا ویدیو و مطلب دیگر، خدا نگهدار.